يا أهل الكتاب قد جاءنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أي أهل الكتاب لكن أدعون شمان دامجي خلودان تحسين بصلاك روشان فكران بصلا كتاب دارام بودان قاو نهي فلسطينان آتش نهي فلسطينان خب اینا که ادعا میکردن پیرو انبیا هستن شما این که مدت زمانی پیامبر نیامده شما میگی که تا نگوید که بشیر و نذیری برای ما نیامده اینا قد جاءکم بشیر و نذیر فقط جاءکم بشیر و شخصی اومده که به شما هم بشارت میده و هم هشدار میده به شما و خداوند بر همه چیز قادره فخر رازی امام فخر رازی که فخر ری بود میدونی که ری جزء تهرانه چون از طبرستان در اصل و قرشیه که در ری متولد شده در سال 544 هجری که مشهور به خطیب ری که پدرش خطیب بود و اشعری معتزلی مذهبه که شیخ الاسلام ابن تیمیه با ایشون بحثای شکننده ای داره و اشعریه یکی از مذاهب کلامیه یکی از مذاهب کلامیه که بعضی از گمراهی ها هم داره درش ولی اشعری و ماتوریدی مذاهبی هستند که دفاع از کتاب و سنت بر روش معتزله همه فتنه ها از معتزله برخواست همه این فتنه ها تفرقه ها از کجا برخواست از آثار یونانیان بود از آثار یونانیان در الهیات نه در بقیه علوم در بقیه علوم که اشکالی نداره ایشون میگه که درباره این آیه که چون در شرایع سابق حق و باطل با هم دیگه قاطی شده بود همچنان که الان در کتبشون هم هست و این یک عذر ظاهری بود برای اینکه مردم از دین اعراض کنن ولذا خداوند این پیامبر رو فرستاد و مسئله دومی که دوستان یه خود صبر کنید من تلفن‌ها رو الان باز میکنم مهمتر از همه اینها اخبار و پیشگویی‌های پیامبران سابق چی در تورات چی در انجیل چی در زبور چی در کتب سابق راجع به محمد خاتم النبیین